حاکمیت جزیره‌ای رو بهش ایمان بیارید، این اختلاف و طیف موجود در طالبان رو باور کنید، بر اساس این سیاست‌گذاری‌های خودتون رو تبیین کنید و فقط به طالب حال ندین و باهاش لاس نزنید، فکر کنید تمام طالبان مثل آقای شیر محمد عباس هستن و نکزهی هستن. نه، بخش عمده از اونها شما رو کافر میدونن. استاندار همین استان هرات کیه؟ آقای مولوی اسلامجار. برید کتابش رو بخونید ببینید ایشان در مورد شیعیان ادعا و تلقیش چیه. خدا کنه من پیدا بکنم اینجا از رو برای شما بخونم. ایشان کتابی منتشر کرده و کتاب 186 صفحه به زبان عربی نوشته شده از طریق انتشارات المکتبه در هرات، المکتبه الاسلامی در هرات منتشر شده. توی بخشی از این کتاب که 5 فصل هست و یک مؤخره هم داره، در فصل پایانی درباره برخی از فرقه های معاصر ایشان میاد بحث میکنه، در صفحات 174 تا 178. یکی از دوستان اینو ترجمه کرد، ایشان اونجا میگه که گوش کنید، این صحبت های استاندار طالبان در هرات هست، هم مرز ما، استان هرات، شهر هرات دومین شهر بزرگ افغانستان، روبروی شهر مشهد، هم مرز با استان خراسان رضوی. میگه شیعه فرقه قبر پرست، قالی، محب افراطی اهل بیت و مبغوز مبغز نمیشه صحابه است که مؤسس آن عبدالله ابن سبا یهودی است. آقای استاندار طالب که ما میخوایم باهاشون مهربون باشیم و با آقای قومی میگه برادرانمون رو باهاشون ثابت کردیم، این برادر معتقده که شیعه رو عبدالله ابن سبا یهودی بنیان گذاشت و از زشت‌ترین عقیده آنها اعتقاد به امامت که مستلزم انکار ختم نبوت بلکه انکار توحید است. ایشان در ادامه حالا توهینایی میکنه که قابل خوندن نیست اصلا، اینجا عقاید شیعیان رو باطل میدونه و میگه شیعیان اهل تدلیس هستند و از این حرفا دیگه. به هر حال ما با این آدما مواجهیم در اون طرف مرز، دقیقاً در استانهایی که هم مرز ما هستن. از اون طرف وزیر آموزش عالی میشه القاعده، وزیری که دانشگاه ها زیر دستشه، ایشان مدعی شده و گفته در افغانستان یک مذهب بیشتر وجود نداره و اون مذهب حنفی هست و عملاً حضور شیعیان رو که دومین گروه مذهبی و دینی پرجمعیت در افغانستان هستن، حضور اینها رو انکار میکنه. و جدای از این آدم یک کسی به نام میرزفرالدین انصاری، استاد و مسئول ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی در دانشگاه خصوصی هیواد، ایشون اونجا میگه حدود 3 روز قبل نامه ای از طرف ریاست ارشاد و دعوت وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی طالبان در مورد جمع‌آوری کتب شیعه، حزب تحریر، سلفی ها، وهابی ها و برخی از کتاب های مربوط به دوران جمهوریت از کتابخانه های دانشگاه خصوصی را دریافت کردیم. شما ببینید طالبان حاضر شیعیان رو در چه کتگوری تقسیم بندی میکنه، وهابی ها، حزب تحریر، سلفی ها و بعدم میگه هیچ مذهبی جز حنفی ها نداریم در افغانستان. رسما انکار میکنه، انکارش هم درسته. چرا؟ چون علارغم اینکه این برادران میرن از توی زیرزمین یک مراسم زنده سینه زنی در محرم برای شبکه یک پخش میکنن که دقیقاً تلاش برای سفید نمایی جنایات طالب هست، طالب روز عاشورا تعطیلیش رو از تقویم افغانستان حذف کرد. شیعیان اجازه داشتن بر اساس فقه جعفری ازدواج، دعواهای خودشون، مسائل مختلفشون رو فیصله بکنن، به رسمیت شناختن فقه جعفری رو حذف کرد. اونها معتقدن فقط حنفی، همین چیزی که این آقا ادعا کرد. دفاتر مراجع تقلید رو در کابل بستن. رشته الهیاتی که فقه شیعه رو تدریس میکرد در دانشگاه بامیان مسدود کردن. برای عزاداری های در محرم بسیار مشکلات خلق کردن، پرچم ها رو کندن، اجازه بیرون آمدن هیئت های سینه زنی رو نمیدادن، در به اون جایی که هم در کابل هم در مزار شریف افغانستانی ها معتقد هستن مسار سخیجان هست و اونجا اجتماع میکنن برای عزاداری های محرم، در به اون زیارتگاه ها رو بست میکنن. حتی رفتن سنگ قبر های شیعیان رو تو همون گورستان سخیجان اینا رو فرز کشیدن و اسما و چیزاشون رو حذف کردن. برید ببینید عکساشون. من اینا رو دارم میگم شاید بعضی هاش نقطه مهمی نباشه، فقط میخوام عمق نفرت و عناد اینها رو از تشیع برای شما معلوم بکنم که خب قاعدتا یک گروهی هست طالبان هستن ولی گروه بسیار مقتدری هست.